شما نمیدین مرزه میدید و مدفع فردم سر میگوشت آره نه برنو نه که خوابی اگه بیدار بودی نمیذاشتی خود خوشی کنم هیچ کس هم نیست جلوی دست منه بگیره صبر تلخ میوه شیرینه جناب بهزاد بازم خودکشی انجام نشد نه چقدر عجله داری آخه خودکشی به این آسونی ها نیست که هنوز تصمیم نگرفتم با چی خودم بکشم حالا این چه کاریه از کجا معلوم فردا پولدار نشیم نه قربون بیا بزنم سرم و جلو طرف کارا بلند کنم آدم وقت شده فقط سارک خودکشیه اما هیچ دورت رو ندارم جناب میرزا صد دفعه گفتم بالاخره این دیتای قاچاق بدبختی گوش دادم حالا مجبوری خودتون رو بکشی دست قربون به عقیده ایتون باستی خودم رو کشتم بهتره به نظر من با هفتی بهتره خلاه بکشم در کنیم این شور مگه نمیدونه پشه خطر داره اما ممکنه خدای نکرده صدمه به جونم برسونه پس با چاقو بکشیم خیلی احمقی میخوای پردازو به چاقو بیدی به بنزولا بده اونم تلخه دوست ندارم به مزاجم نمیتاسه پس یه نخوز تریاش تو آب حل کنین نوشه جام بفرمای دارم از دست دیوونه میشم میخوای آخر عمری تریاکی بشم پس دیگه چیزی نمونده اوه راستی تناب هست از همه راحت کریم خودتون دار بدنین راحت میشه اونم نمیتونم گلوم درد میکنه آقا لوزه دارم پس میخوای چی کار بکنی؟ نمیدونم خودم تو همه فکرم اصلا چی تو رو بندازیم به فردا شب ماهی رو هر وقت از آب بگیریم تازه هست بد نیست آین گهی شاید تا فردا حرجی بشید بزرگ راستی که مرد چقدر وحشتناک
آدم تا نمیره نمیفهم. همینطوره جناب میرزا، مرحوم پدر بزرگ منم وقتی مرد همین خدا رحمتش بکن. بس مرسال آدم کشی و بلنگم کن تا بعدا خدا بزرگ یا بالاخره جواب طلبکارا رو یه جوری میدیم یا میرم زندون. تفلش دیروزه و محسن با محسن بچه ها تو نزدیک بودید دیگر حس نیست آدم تو این دو روز زمان بچه ها شدید سرپرستی داره. مادر که نداره دیگه تجربهشون معلوم. بنابراین این فردا خبر بده دیروزه دوباره برگرده. این دفعه 19 همه که فرستادش منزل مادر بزرگه هی نوشتی برگرده. تو هنوز پدر نشدی نمیفهمی. آخه میخواستم موقع خود کشیم اینجا نباشیم. چرا همچی میکنید دختر؟ یا تابلو رو هستی کردید؟ حالا قلمو رو کجا هم داری بری؟ وایسا این به خلافترش نکن دیگه بلش کن بلی بلی قلمو رو وایسا بیدم نه حالا من دوم حالا خواهی دیگه اون میشه قلمو رو دیگه بلی 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 بلشون. اگه دستو نبود خورد میکردم. ببین تابلو چیکار کرد؟ من دروغ گفتم، شوخی میکردم. خب منم دروغ گفتم. عکس چه تقصیر داشت؟ اصلا چه تقصیر داشت؟ فقط از که منو باید بکشی. اصلا همه اینجا اینجا زیادی همه زیادی فهمیدی؟ فقط دیگه کافیه. فهمیدی؟ یکی کافیه. دیروزه کیف همون بده میخوام برم. میخوای بری؟ باید سفر رو تابلو ما حاضر بکنی ها. دستور میدی یا خواهش میکنی؟ خواهش میکنم. نه همون آم بفرمی. خب من دیگه میرم. دو روز منزل مادر بزرگم بودم از پاپا خبری ندارم. خلاصه تابلو رو فردا میخوام. مطمئن باش فردا خودم میارم. یادت نره. نه ملاحظه می فرمید جناب میرزا. من هزار جور بدبخته هم تا هم نفکر کار خودتی تو این گرفت داری رفت تابلو سفارش دادی. اصلا فکر تو مقصد نیست. نمیگه این پدر بیچاره هزار جور بدبختی داره. پاپا قابلی نداره، ناراحت نباشی. اگه قابل نداره میخواست عکس منم بکشی. دو برابر پولش میگیره تازه میگه قابل نداره. میرزا
تو برو، من پول از پاپا میگیرم میارم آسیلیا. خب به شرط اینکه او تابلوی زنه دیگه سیبیل نکشی ها، فهمیدی؟ خب با اجازه جناب میرزا، خداحافظ. ببخشید خیلی معذرت آقا، متوجه نشدم. معذرت. آقا اسکندر خان اومده شما رو ببینه. اسکندر خان مرد بچه. اسکندر خان تقدیم عرض میکنم خانم. سلام جناب آقای میرزا مظفر خان، خیلی از خبر ورشکست شدن شما متاسفم. خوب پیدا کردم، اگه پشت کوی قاف هم میرفتی بازم پیدا میکردم. ارماموری و اجا دارن دنبال بگردن. میدونم. خودت قبل از توقیف شدن حساب من تصدیه بکن. چشم. 20,000 تومن به هم بده کاری، من از سر سن دارتم نمیذارم. خیال کرده. اما اگه دلت بخواد میتونی منو یه جوری راضی بکنی. منو به این روز سیاه انداختی، حالا برام کرکره میخونی؟ اسکندر من با تو دوست بودم، با این جنسای قاچاق که برام خریدی پدر منو در بردی. جنسا توقیف شدن، یه مش طلبکارم دور از آقام ریختن. حالا منی پول میخوای؟ برو بابت طلبت هر چی میخوای بردار. حاضری سر حرف خودت وایسی؟ از چی؟ پای آبروم در کاره. بسیار خوب، پس من الان انتخاب میکنم. میرزا میدونی که من سال هاست با تو دوستم، تو معامراتم هم خیلی در حق تو گذشت کردم. حالا نوبت توست که طلب شده در بیاری. اگه یادت باشه یک روز بهت گفتم که چیکار بکن. خوب فکر کن، یادت میاد؟ یادم نیست. در مقابل طلبم اگه دخترت رو من بدی دیگه با هم حسابی نداریم. طلب طلبکارات رو میدم، از این وقت شکستگی هم تو رو نجات میدم. چی؟ دخترم رو به تو قاچاقچی بدم؟ میدونی چیه؟ بگو در زندان رو باز کنم، من شرافتم با پول عوض نمی کنم. پرکش کم گنده بوی از شرافت نبود. شرافت میرزا، میدونی که اگه به زندان بری دخترت بی سرپرست میشه. اگه یه دفعه دیگه بگی میذارم یه ها حسابت رو تفکیه میکنم. فهمیدی؟ نه نه فهمید. اینجوری آمده بگم بیاد تو یا نه؟ شناختمش بیشور، من که نگفتم بگو من اینجا نیستم. به دستوخه چیسته گونیش هم آورده. آخه مگه شما چیز سرتون نمیشه؟ یه چند روز هم محلت تایه فکر برای تو بکنم. بیگه اصلا طلب کارهای دیگه چیزی برای من باقی ندارم. پس لاغل یه سمسار بیارید که اساسیه رو قیمت بکنه، اون وقت بابت طلب تو برداریم. تو چی میگی دیگه؟ تو هم طلبکاری؟ دفاره دیگه. چرا محصره گفتم سمسار بیارید دیگه؟ دفتا خودم الان میگم که به درده بیخوره. برو کنار. یکی رو برم کنار. اینو من میخوام جایی طلبم بردارم. منظورم عکسش نیست، خودشه. منظور منم همون خودشه. تو خب به بازار شما بابت به ریاض اون همین جنزه به مردم میدادید؟ اشتر دو.
چشم باز بازم طلب کار اومد این سابولایز به من داشت دیگه شیخ گولستر چی اومده؟ نمیدونم اون گردم کلوفتی آمد به نظرم میزا هر روزی که برشکست شده به این زبون بستم آشقال تله نهیده شیخه بی معرفت حتی گوشتراش هم نمیتونم پاس دوباره بگیرم ما توی هیچ کلزه بگیری بزنم جانب آشقه تو هم دیگر رو برم تا عجب چیزی بودو بخورمه اگه اشتر من افتر نرون لادین عجب پشمازی بودو ماشالله خودم تو با میزا کار داری؟ اولاً تو نیست شما دارین بهش بود هر واقع افتابه میزا گفتش بنده نیستم با چنار جره دو بود لام علیکم میزا امرو وقتی شما افتیم ورشکست شدی برقی افتش درازه اومدیم شیستت چوب طلب و وصول کنیم و بریم آره جونم او یا حق رسیدن به خیلی این معرفت را خونه هاتون عوض کردین ها اینجوری پول کاسه رو بالا میکشین یالا زود باشین اول شما ها بدهیتون رو اخت کنین و بعد حساب میرزا رو تصویه کنم آره گوش کن جانم به جون خود کاروبارا چه ساده و جانه طالب داده بودی مگه نه راست بیگه این چند ساله که مشتری تو بودی و این چند داره تو خوردی ها خوردی نخوردیم شد ای حقه بازا ما بول نمی کنیم ما خودمون ختمیم یا پول یا الان ساتوریتون می کنم خرخره می جوند حالا عصبانی نشو جانم آدم وقتی می بینه طرفش نداره نباید زیاد به فشار بیاره آره نباید به فشار آبو وام تو چی؟ میدی یا احساس جمع کنی؟ مگه نشبیل چی گفت؟ آدم وقتی طرفش پول نداره نباید بهش فشار آبو مرد حسابی من اینو برای تو نگفتم که خلاصه ما اینا رو نمیدونیم الان حساب همه تو رو تصویر میکنم خب این آینه 200 تومن این گلدون نقرم 50 تومن این 250 تومن حالا تو بی معرفت حساب تو رد کن بینیم صفا حالا بهت بیدم چقدر طلب داری؟ 85 تومن بیا این چرا 50 تومن این گلدون نقرم 38 تومن بیشتر بیارده این هم 38 تومن خداوند برکت این مال تو دیگه با هم حسابی نداری حالا مونده این نسنا تو چطور اسکندر خان میدی یا لختت کنم بابا تو هم یکی بابت طلبت بردار که دیگه با هم حساب نداشته باشیم لطفا فرق نکن لادینا چرا خودتون ما رو نمیذاریم ولش کن باز بزن و به ما میرسه کلاه رو باز سر بزنیم برو بله تو بی کلاه لره بده بیا سره گلدونم بعد میده پرشار خوبه بیرم خون تو جمع کردی بره من گلدون به هم رسه یه نفر مرده با شما کار داری میگه من وکیل عدلیم وکیل عدلیه این که اون مگه نگفتم هر چی با هم کار داشت بگو من نیستم اینجا سلام آقای میزه و زفر خواست به لخره گیرتون آوردم خدا معرفی میدم میزه و زفر خواست به لخره گیرتون آوردم من خودم معرفی میکنم
وکیل و منشی معروف مرحوم عمه خانم شما هستم. عرض کنم به حضور حضرت انور عالی. چرا ناراحت شدی؟ خون سرد باشین به این جدا گشنا بگو که از قهدی در اومدن. باز که داری پوش میگی بیزا؟ مثل اینکه از این خبری که میخواستم بهتون بدم قبلا خطله بودی. از روزی که ورشکست شدم منتظر شما بودم. بفهم بریم زندون. بله؟ خیلی خرید. بله؟ از روزی که ورشکست شدم منتظرتون بودم. بفهم بریم زندون. هم کره هم خره. زندون چیه جناب میز مظفر خان؟ یا من دیوونم یا شما؟ تو به دلیه همون خودت دیوون هستی. آخه مرد حسابی این چجور جرد کردنیه؟ و پس خبر نداری. من اومدم در عید این که به شما مژده‌ای بدم خبر تأسف آوری هم به شما ابلاغ. اولا تسلیت عرض می کنم. بقای عمر شما باشه. وای دارم سکته می کنم. بابا مگه تو مخت خرابه؟ خدا بیامرزه اون مرگومه رو. یارو به کل دیوونه. آقا میخوای جلبم کنی؟ بیا جلو. هنوز نفهمیدی من وکیل مرحوم عمه خانم شما هستم. ایشان یک هفته قبل عمرش به شما داد. لابد من این خرج کف دادم شما از ها؟ دیوونه. آقا جون چرا شوخی میکنی تو؟ چه شوخی چطور نمیدونی؟ الان وصیت‌نامه رو در اختیار شما میذارم. میرزا مظفرخان فرزند مرحوم سلمان شما به موجب این وصیت‌نامه صاحب در حدود 9,500,000 تومان و نقد و املاک شدید. چی؟ من صاحب میلیون ها؟ نکنه قاصد از بهشت اومده؟ اما نه نه، این دریوری های تو منو وادار میکنه کم کم جا به جا سکته کنم. باید هم باور نکنی، اما با ملاحظه این وصیت‌نامه به صحت عرایض من پی خواهید بود. 10,000,000 وجه نقد و املاک هر موقع بخواهید در اختیار شما، حتی اسناد و قباله ها هم ظرف یک روز به شما تحویل داده میشه. بله بله شد. دارم دیوونه میشم، نکنه خواب ببینم. قربون قربون ای بول برای قربون. ببین من خوابم یا بیدارم. الان اتحاب میکنم. مردشو از خواب بیدار کردن ببره بازم بزنم. بس دیگه خواب نیستم بیدارم. جون من شوخی نمی کنی؟ دیگه داری سر به سرم میزدی. به سرمون نگاه کن، مهر و امضای خود مرحوم عمه خانم. به نام خداوند بخشنده مهربان، در این موقع که دار فانی را به دعوت حق لبیک میگویم تمام اموالم را تمام اموالم اهم از منقول و غیر منقول که در صورت جداگانه زمین است و بالغ بر 10,000,000 تومان 10,000,000 تومان یه جا به پسر برادرم میرزا مظفر پسر سلمان بخشیدم که مبلغی از اون را به فقرا داده و مقداری نیز برای شادی روح من خیرات نماید. این وصیت‌نامه در حضور وکیل مخصوص من و 2 نفر از شهود مورد اطمینان تنظیم گردیده و قابل اجلا اثر انگشت مرحوم عمه خانم. خوشبختی از این بهتر دیگه چیه؟ حالا ملیزه فرمودیم که خواب نبود. بیدنم قربان. نه نه مثل این که درسته. مرحوم عمه خواب هر که فکر بکنم همیشه عمه یادم نمیاد. اما خوب بزنی نبود تا رحمتش بکنه. پس من یه میلیونر شدم. آه خدا قربون عمم برم. خوبه بسنم این رو آمبرتیم. نگاه کن کاملا تمیزش کن و موضوع باش نشکنه. خب تو هم برو سر جا. درخش اینا. آهای کشتر بیرو خب از این که مجارب شده منو میبخشید. این یکی دو روزه اداره ها تحصیله. بعد از تحصیلات هر ساعت که مال باشید
هم دوجه ها تازه رو هم اصناد. خدا آخه شما چیز میل نفر بودید که آی قربون یه دونه چای قربون شما سر شد خوب باشه بعد جبران میکنم برای همه از بیان طلبکارا یه قفل ندارم بگو دهتا دهتا بیا تو زمنان اون زن چاقم اومده اونم بگو بیا تو من شخصر سن دارش نمیدارم الان میرم بلای به سرش میارم که خودش هست کنه لابود این هم طلبکارم منم اینجا باید نیستم تا طلب همو بگیرم مرسی شکلم گنده چرا معطلی؟ یلا تو چرا وقت نمیداری؟ مگه لال شدی؟ یلا دیگه اختیار دارید جناب میرزا من که یکی از ارادتمندان جناب عالی هستم میخواستم خدمتتون عرض کنم یه وقت از اینکه پول خدمتتون نیست ناراحت نشین بیرو درگسی بفرمایید هر چقدر که لازمه بندگی کنم بخش دمونم از توسیم کوتاه بالاخره نفر بودی صفتها رو پاره کنم یا بدم خودتون تشکر میکنم قربون خب جناب میرزا با این همه معطلی نفر بودیم واسه نهارتون گوشت راسته بفرستم یا شعابی این چه سوالیه مگه نمیدونی که جناب میرزا به غیر از کباب چیز دیگه به مزاج مبارکتون نمیخوازه تو چه تو؟ من اومدم طلب همون میخوام طلب؟ طلب چیه؟ مگه جناب میرزا طلب پول کسی بخورده؟ چقدر میخواد بهت بدم؟ 500 تومن پدرش رو در میارم من تا سندار آخرش رو ازش نگیرم ولش نمی کنم من بهت میدم مگه نمیدونی که از یک مزیونر نباید اینجوری طلب و پول کرد از میرزا ملیونر شده بله ملیونر از چرا زودتر نگفتی؟ جناب میرزا شاکر اومدم اولا سلام از کرده باشم و ثانیا بیشو تو تا الان اومده بودی طلبتون رو کنی
اما حالا تا فهمیدی جناب میرزا متمرد شدن یهو عوض شدی متملقا. عجب سال و زمونه یه بی معرفت یادش رفته چجوری داد و عوار میشه. دنیا دنیای تملقه، از این مردمی که مثل بوغلمون رنگ عوضی کنن زیاد هستن. آره زیاد هستن، اما کوچش که ببینه در هر صورت طلب شما رو هم فردا میپردازم. یه نمیخوام روی نحس شما رو ببینم. اختیار دارین جناب میرزا، شما ناراحت نباشید، من خودم حساب همشون تصفیه میکنم بعد از شما میگیرم. راستی فردا به امارت جدید من تصفیه میکنید. همه جور وسایل راحتی براتون فراهم میکنم. خود گیره تو بردم بسی، چرا طلب منو نمیدی؟ با برای دخترت هم در لباس دوستم یک چی نگرفتم. کجا یاد طلبمو بده؟ در اینا پیرهن ترسنش میکنم. رای فکر حوار میکشی دب خود فردا سه برابر که بهت میدم. اجازه بفرمه قربان، بنده الان همه شو بهت بفرمه. نمیخواد دست تو جیبت بکنی، من باید بدم. که منو میرزا که با هم فرقی ندیدی. بفرمایید آقا، از چه تا الان میرزا شناس شدم؟ من سال هاست با میرزا توی بشقاب غذا میخورم. خجالت نمیکشی دوره منم آقا دست جیبش میکنه. شما چقدر طلب کنید؟ جورت کن دامن دیویست من سه دست پیرن هشتاد من جمعا میشه دیویست هشتاد من. بسیار خب، بفرمایید بهتون بدم. زبدی بفرمایید این پونصد تومن بگیرید. خوش اومدید. آدم از یک شخص پولدار اون طور طلب وصول نمی‌کنه. پولدار؟ بله خانم پولدار. یارو که وصیت کرده بود. چی رو وصیت کردم؟ جناب میرزا از یک ساعت پیش به این طرف میلیونر شده. اوه خسته رفتی جناب میرزا. واقعا چه مرد نازنینی. ده سالی که من برای خونه‌تون لباس می‌دوزم از چشمم بدی میدم و از این مرد شریف بدیم. بارها شده که پورم اقام افتاده و لب در نکرده. بس دیگه قصدی دولا پالا نکرده. اجازه بدین که من با این طلبکارا کنار بیام. نه خودم فردا سه برابر بهشو میدم. قربان ما و شما نفرید هم بفرمید. باشه بده بعد صورت حساب تو بیار بهت میدم. سهلم برید میخوام استراحت کنم. جام از دوما خست میشیم زد بیاد شاکریم. در شوخی بفرمیم اگه گشنتونه پاسیان که قابل شما رو نداره علی میرم یه اونو پروار میرم مل کنیم. آره نه من بیهونه گردم و بازار می‌گردد. او، چه زود اومدی؟ منم الان جلوی تو رسیدم. چون دیدم ناراحتی خواستم زودتر بیام. یعنی با این عجله؟ نکنه موضوع دیگه تو کار باشه. اومدم از رفتار امروز پدرم معذرت بخوام. پول تابلو رو تو یکی دو روز دیگه بهتون میدم. چی گفتی؟ پول تابلو؟ آره تو یکی دو روز دیگه براتون میارم. برای پدرم پیش اومدی کرده بعض مالیش خوب نیست. دیوزه من اون تابلو رو به خاطر تو کشیدم نه برای پول. با یعنی اومدن منم به منزل شما بهانه ای بود که با پدرت صحبت کنم. عجیبه چی؟ خودت بهتر میدونی. تو که دیروز میگفتی من دیوونه نیستم. آخه بعضی وقتها دیوونگی هم لذت میده. خب من دیگه رفتم. کجا بنشینید یه قهوه بخوریم. دیر میشه هر دو بیا منزلمون هم قهوه میخوریم هم فالشو میبینم.
میدونستم هیچ کسی بهتر از تو نمیدونه آینده و سرنوشت من چیه. خدا خدا حافظ. ببخشید خانم، خیال نکنید تو اتومبیل یک غریبه سوار میشید. این اتومبیل از این ساعت متعلق به خود شماست، یعنی من به پدر شما هدیه کردم. شما که ما رسبان پدرم فشار میآوریم طلبتون رو بده. حالا ماشین به پدرم هدیه کردیم، خیلی زرنگی. اختیار دارید خانم، پدر شما نه تنها به کسی بدهکار نیست، بلکه صاحب میلیونات من پول شده. بفرمایید تا شما رو به منزل برسونم. شما به این چینی دقیقه من ماشین میبرم. چه خانم پیروزه خانم، بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. پیروزه خانم، هنوز از تصمیمت بر نگشتی؟ فکر نمیکنی که من چقدر میتونم تو رو خوشبخت کنم؟ برای همین بود که منو تغییر میکردی؟ آخه این پسر این نقاش که لیاقت شما رو نداره. تو چطور؟ مگه فراموش کردی که قاچاقچی فاسدی هستی؟ مگه قاچاقچی دل نداره؟ آه، از که تا حالا عاشقونه حرف زدن رو یاد گرفتی؟ از وقتی که عاشق شما شدم. حالا اجازه میدی که سوار شم؟ آهست میکنم. متشکرم. خانم میگن خانم خواهش میکنم بیزار پاپا جون. چطوری پاپا جون؟ چی میخونی؟ الان اسکندر رو دیدم حرفایی میزن. بسید که باهات کنار اومده و بهت مهلت بده. چی؟ بره باباش کنار بیاد. با وضعی که برای من پیش اومده به چرس رسیده. چی میگی؟ چرسی؟ آره بابا جون صحبت خیلیه. همین قدرتون که یه عمه خانم اوراق داشتم من مرده. اگه نمودود الان گوشه زندون هواخوری میتردم. پاپا مگه دیوونه شدی؟ تو که عمه خانم نداشتی؟ یواش یواش دختره پدر سوختی. یواش میخوای کار دستم بدی؟ به تو چیه من عمه داشتم یا نداشتم؟ خلاصه فردا اسم اون مرحومه رو که چندین میلیون تومنه به من تحویل میدم. خدا رحمتش کنه چه عمه نازنینی بود. من و اون مرحوم درست مثل یه تی بودیم که از وسط دو تا گاز داده باشن. قربون عمم برم، بیچاره موقع مردن چقدر به فکر من بود. به نظرم عقلت چند شده، چرا هزیون میگی؟ هزیون پدرت میگه. اگه باور نکنیم بیا ببین، این هم وصیت اومش. چی؟
میلیونر شدیم، بعد از این پول مثل بارون رو سر ما میرسه. یه میلیونر شدیم. اگه اینطور باشه دیگه نمیذارم زندگی گذشته را ادامه بدی و با قاشقچی ها سر و کار داشته باشی. میلیونر. خان در اختیار جناب آقای میرزا مظفر خان گذاشتن همینجا. بله سلام جناب آقای قربون خان، جناب میرزا تشریف دارن. وای مگه چیش باز کرده؟ اون یارو صفه آمده با میرزم کار داره. صفه دیگه کدوم بیشوریه؟ آه یالله چه عجب، بفرمایید. اومدم دست جناب میرزا رو ببوسم و برم. کجا تشریف دارن؟ اون طرف. سلام جناب آقای میرزا مظفر خان، تعظیم عرض میکنم بزرگ. اجازه بدید دست مبارکشو رو سر بخندی؟ بیاره کرد بخندی؟ حاضر؟ مرسی. ای داد بیداد، عکس این آقام که افتاد خورده تو چشمای کفه داره برن. حالا چه موقعی دستوشیه؟ انشالله که پون خریدم راضی هستم. بله هر شبم که انشالله جناب میرزا از این ویلایی که براشون خریدم راضی هستم. یاری کس امروز و فردا که کارهای دادگستری محضرم تموم شد حساب همه رو تصفیه میکنم. یه حرکت مخصم شما آقای اسکندر خان که تا حالا بیش از نیم میلیون به غیر از این ویلا در اختیار من گذاشتی. یه حرکت الحمدلله نصف قرضام پرداختم و الا آبرون میرم. حرکت حاضری؟ حتما طلبشو در اختیار داری جناب میرزا. دیگه ما و شما خونه‌زاد شدیم، من و شما نداریم. قبلا عرض کردم که خونه و زندگی من متعلق به شماست. خواهش میکنم دیگه این دفعه تکون نخور. حساب علقلی و قصا و بقیه طلبکارا رو بهشون میدم جناب میرزا. بهشون میدم، ناراحت نباشید. لطفا کمی بخندیم بخندیم. بده بعدا حساب میکنیم. اختیار دارید قربان. شما از یک چیز تا 9 میلیون و 500 هزار تومان علوی خود بنده اعتبار دارید قربان.
لطفا کمی بخندیم. یه کمی بیشتر. بازم. بازم بخندیم. بیشتر. بیشتر. جنابیزه که خوشه میخنده. البته. البته بی خود کنید. جناب میرزا. آقایون بی صدا. مرسی. زمنان مقدار زیادی زمین هست که من به نام خودم دختر باهوش و زرنگی مثل خود جناب میرزا خبر رسیدم به خیر. احوال پوپی خان چطوره؟ بفرمی وسط خوراک آوردم. میشه جون کن دیگه انقدر کاروارت بالا گرفته که استخونم نمیخوری ها؟ تو نمیدی و افقا نمیدی بخو جونم بخو. پوپی جون فعلا که دور دور تو جناب میرزا چی بخوره از تو بهتر؟ یه بسه اینه بده آشپز خونه. آره ماشاءالله خودم نمیرم الهی. جناب میرزا هیچ میدونین که قیمت زمیناتون گرون شده؟ بفرمید. بفرمید جناب. سام جناب میرزا جهت راسته فرستادیم آشپز خونه، گفتیم واسه تون یه چهار پیشلی درست کنن که اهل خونه از جمع میزون بکن. ممنونم اگه همه گوشتش بز نباشه. این یارو اسکندر هم حساب ما رو نهیده. غلط کرده. بهش بگو دو برابر بهت بده بعد پای من حساب کنه. ما حال تملق این حرفا نیستیم. آره ما واسه چندرغاز هم جلو کسی دلاراست نمیشیم. دو برابرش هم مال خودتون. فعلا پول ما رو اخ کنیم. ما اسکندر هم نمیشتیم. اون بدهی خودش نمیده که برسه پول شما. آره عجیبه. سام شما اینجیر بود یا ما نمیدونستیم؟ کلام جناب میرزا، کلام جناب میرزا، بذارین دستتون رو ماش کنم. واقعا که مرد کریزی از این بزرگواری از شرفاتون میبارید. دست به عوضی ایشون هستن؟ عرض کردم که بزرگواری از شرفاتون نمیبارید. من با یه نظر قیافه اشخاص رو خوب میتونم تشخیص بدم. جناب میرزا تعظیم عرض میکنم. اشتباه که نکردم؟ درجه داشتی؟ عرض کردم که من قیافه شناسم. دالو عوضی زیارت کردی اونو هاست. سلام جناب دکتر پلوکسور مهندس میرزا مظفر خان. دیگه عوضی نگرفتم که قربان حال سرکار چیتون؟ اولا بگونم دکتر پروفسور مهندس کنوم احمقیه. حضرت عالی قربان. پدبی رئیس انجمن آبادی ملتم. اومدم عرض کنم که تمام اهالی تصمیم دارن شما رو به نمایندگی محل انتخاب بکنن قربان. جناب عالی جناب میرزا مظفر خان. بنده از شدت شوقی که به حضورتون رسیدم گریه هم گرفته. فعلا گریه نکنین. فقط عرض کنین به چه علت به حضور من شرفیاب شدین. به این انجمنم کمکی بفرمایید. عضو انجمن کی؟ عضو انجمن حمایت دیوانگان. خدا را اما جون اصلا هر کسی تو رو ببینه دیوونه میشه. حالا دنبال دیوونه میگردی؟ بیا این یکی، این هم دوتا. تو هم میخوای بریم؟ آقای اسکندر خان این روز خانم گفتن دوربرتون رو خلوت کنیم بگیریم پدر سخته ها گرسون رو گم کنم بره. خانم راست از آقایون خواهش بکنم گورشون رو گم کنم. بله نظر کستم کنم.
آقایون چرا رفتن؟ والا لطف کار سلامت آخه دخترم بعدش میاد من زیاد و مردم سر کار هم هست بله فیلن ایشون شدن آقا و منم شدم منشی آقا اتفاقا بدی اوه حالا یادم اومد من حرفی ندارم بالاخره با اون ترتیبی که گفتم اشکالی نداره تابیزا من برای شما صورت حسابی تهیه نکردم و اگه با ازدواج من و فیروز خانم موافقت بفرمایید موضوع منتفی ولی تنها موافقت من کافی نیست خودش هم باید رضایت بده مگه ممکنه اون جایی دختر من به فکر همه چیز هست جز شوهر کردن دخترت با یه نقاش سر و صدا اولا اینطور نیست سال سرنگی بخواستم چی کار رو بکنه از ارث محرومش میکنم موافقت منم شرطه فهمیدی؟ منظور منم همینه جناب میرزا هش میکنم قربون باست خوابه قربون بله قربون قربون آقایی که دم درده بگو بیاد تو مستقیم بیاد تو اتاق من کجا میری حالو؟ در اون طرف اون طرف نیست منم که میگم اون طرف شما بگن اون طرفه داری. خانم اجازه میدم یک دقیقه مزاحمشون بشم برو بیرون حاضر نیستم با تو حرف بزنم خانم فیروز خانم شکی نیست که شما دیگه جزء ثروتمندان این شهر در اومدید ولی قطعا میدونید که منم در این ثروت زمین هستم یعنی اگر وجوهی و چتاهال به پدرتون دادم حساب کنید مقدار زیادی از این ثروت متعلق به منه خانم فیروزه خانم حتی این باغ و این ویلا هم بازی مال منه که در اختیار شما گذاشتم بنابراین چون من آدم بی حسابی نیستم باید فکر کنید که مخالفت شما زیاد هم به صلاحتون نیست حالا با توجه به این موضوع از شما خواهش میکنم در بازی و کنار بگذارید و عشق منو بپذیرید خانم فیروزه خانم خودتو خیلی زرنگ میدونی نفسات طوری تر کردید که هم ثروت پدرمو تصاحب کنی هم منو فیروزه خانم اعتراف میکنم که عامل از من پدر شما من بودم ولی تمام این نقشا به خاطر تو بود برای اینکه بتونم این بدن زیبا و دلفریب به تو در آغوش بگیرم ببینم اصل خوردی میدونی که با همه شیرینی یه وقت گلوی آدمو میزنه بگو که شما قبول کردی جواب بده نم جواب تو حالا راضی شدی؟ Yeah.
عم خانم هستی؟ بله هستم در خدمت تو خانم. چه فرمای خواهشی کنم؟ گیری زیاد دوست ندارم، آخه گرمی میکنه. خواهشی کنم. ممنونم، آخه گنجونه هم دهنتونه چی دیدی؟ خجالت هم میدید. خب حالا که اجرام دید فرمایید. بفرمایید آقای قاسم بهش. بفرمایید. این هم برای بچه ها اشتر اینقدر چند بر بشتی؟ بفرمایید، بازم هست؟ یه دیگه نیست؟ بله، میفرمایید. میخواستم یه رونه بشت از وصیت نامه مرحوم عمه خانم برای پاپا بیه. در کار اصلشی گم کردید، من که نسخه دیگه ای ندارم خانوم. شما برای این کار انعام خوب پیش من دارید. اتفاقا از اصل وصیت نامه یک نسخه رونه بشت موجوده، میخواستم در موقع تحویل اسناد و وجود تقدیمتون کنم، ولی حالا که اینطور شد از ساعت تقدیم میکنم. اما یه وقت فکر نکنید ما آدم رشوه خواری هستم. اختیار دارید. بفرمایید. ببخشید طوری شده؟ نه طوری نشده آقای وکیل. شما دو روز دیگه تشریف بیارین که پاپا هم وقت داشته باشه، انعام شما هم حاضر باشه. بفرمایید. بنده در اختیار شما. فرمودید که بیام پس فردا. خب مذاکره آقای وکیل با دخترم تمام شد. چرا پس فردا؟ همین امروز اطلاعات لازم بدین و پولات هم. نه دخترم هر چه میگه باید قبول کرد. دو سه روز دیگه بیرید شما. حتما یه موضوع هست که فیروز خانم برای گرفتن پول امروز و فردا میکنه. اتفاقا رفتار این دختره به نفع ما. منم نقشی کشیدم فیروزا رو یه چند روزی از شهر دور میکنم، بعدم بکارت دوم ازش میگیرم و با موشی هم به خانم کنار میرم. عرض که حضورتون آقا اسکندر، حاجیتون اینطور که فهمیده شما با این پول نقشه هایی کشیدید. از حالا دارم بهتون اعلام میکنم که دور ما رو خیت بکشید. ما نخواست ایشی این کارت دارم. مگه یاد رفته که قول همکاری به من دادی؟ اولندش واسه ما دو نیا، برای اینکه ما خودمون 40 سال خطه نشون کشیم. دو بومندش این خوره حساب ما رو اخ کنیم بریم سراغ کارمون. سه بومندش ما اهلی نرفا نیستیم، به کسی هم کاری نداریم. آره همون طرحمون رو میگیریم ملیون سیرم پیش کشمون.
خوشم اومد. بارکالله. آقا هستونی بیره عرفت یک آسان یک بردی بیا. خب بچه ها پاشی بریم که کسی ما زمین نشید. اما فکر نمی کنم مرشی هم به خانم حاضر بشه پولا رو ما تحویل بده. مشکلش اینه که فقط بتونیم از میرزا وکالت بگیریم و اونو برای چند روزی از شهر دور کنیم. بقیه اش دیگه کار آسونیه. چجوری میخوای اونو از شهر دورش کنیم؟ اون دیگه با فری عزیزه. سلام عزیز. سلام قربون خان، چه خبره؟ پیروز خانم سلام رسید. با من عرضی نداریم؟ نه عرضی ندارم. به پیروزه بگو چشم، میام. خدا حافظ. مرد خوبی هستیم. لنگ نداریم. متشکرم. من از شما تعریف میکنم. اصلا از قیافتون میباره که مرد نکوکاری هستیم. خیلی آقلا. خب از کجا فهمیدی من مرد نیکوکاری هستم؟ معلومه دیگه جناب میزا. تو رو به خدا نگذارید بی نوایی رو پایمال کنم. من شوهر ندارم. شوهر نداری؟ نه. چطور میشه شوهر نداشته باشی؟ ندارم. یه پله دیگه بر بالا ببینم. یه پله دیگه. بس ماشاءالله. نه معلومه شوهر نداری. خب یه پایین حالا دیگه بده من دسته تو. اوه نه یفتی از نرده نزدیک که یفتی دیگه سخرا. خب حالا دیگه دنبال من تا جای خوب تری نشنه. اومدم از شما کمک بگیرم. شوهرم تمام حق و حقم خورده. خوب بخوره. طلاق هم داد و رفته. خیلی شیطونی. خب گفتی بچه مچه نداری ها؟ نه. بچه ببینم. بیا الهی جورده قربون چرخت برم. بچه بیا. خب بچه زیاد نچرخ برم گیج بیره. خانمی به این حیطان بیاد. تو باید دور اطراف من رو داشته باشی. یعنی شب روز اینجا بمونی و از من پرستاری بکنی. آخه من مریضم. راحت کن. کجا برم؟ مثلا برید لب دریا. منم با هاتون میام. بعد نگفتی زیفی. باید فکر کنم. ببینم. ماساژ بلدی بدی؟ باید امتحان بدی. بعض وقتا شما زناب دروغ بدی. خب امتحان میدم. این کار خوبه؟ نه خوزه جدید. این که لحظه محتمالیه. دشمنه کشتی. دازه این شروعشه. قربون پایانش برم. چه زن خوبی هستی. نمیدونی رفت به آوازم بلدم.
خدا قسمان شوخا سیان ای فدای اون لبان اون لبان نشان نباد میرزا جون میرزا جون میرزا جون بیا بیا بده هم مساست را روح من جان من میرزا جون 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 قربونه قد و بلند قسمان شوخا سیان ای صدای اون لبان اون لبان نشان نباد میرزا جون میرزا جون سیوای جون نمیخواستم دوباره تو این خونه پا بگذارم. چی کارم داشتی؟ ناراحت نباش. شنیدم میخوای بری پهلوی حقیقت بره؟ آره. خسته شدم. میخوام برم کمی از جنجال شهر دور باشم. تمام این سر صدا از این سر مرده به دست دخته است. صد دفعه گفتم با این مریم رفت آمد نکن. چرا به کسی گذاره سر من بیشنی؟ بیرون، چه پا بنا تو برو بیرون، خانم بره بیرون. نمیفهمم، این خراب شده مرکز اتاق شده. نمیری بیرون، خودم میرم. باشو بریم. این فضوله به شما نیمده. اجازه ندارم کسی تو کارهای خصوصی من دخالت بکنه. چیه؟ چه خبره جناب میرزا؟ نمیدونم. این دختره فکر نمیکنه چند سال مادرش مرده و بالاخره منم یک همصحبت و سرگرمی لازم دارم. تازه پسر آورده توی خونه و پاک آبروی منو برده. آیا بفرمایید جناب میرزا عصبانی نشید. برای همینم بود که بهت گفتم چند روزی مسافرت تشریف ببرید. بله، باید مسافرت برم. اما کجا برم؟ بری کنار دریا. کنار دریا؟ در بین فیروز خانمم ببری که کمتر این پسرها رو ببینه. بله جناب میرزا، منم همراهتون ببریم. ای ناغلا، اون وقت قول بده اونجا منو خوب ماساژم بدی. اما کی به کارام برسه؟ مخلص؟ مخلص؟ بنده؟ هیچ فکرشم نکنیم. یک ذکارت دومی زمینی تمام کارهاتون رو روبرا میکنم. در زمستان بری کنار دریا قشنگ استراحت کنید. بهمتیدم نمیخواد. من خواهد. این پسره بجایه با نباشه. ولش کن احمقه.
از روزی که میرزا رفته دریا هر روز این دختره رو میاره تو خونه که با هم بازی کنن. پس وسیله که تا شو طبق قرار الان پیداش میشه. امروز هر طور شده باید هیچ حواله ها رو ازش بگیم. اتفاقا این کارمون هم خیلی ساده شده. پول ها رو پیش تاجر معتبر گذاشته، بنابراین میتونیم با خودش بریم و تحویل بگیریم. چون اگه دیر بجنبیم ممکنه میرزا از دریا برگرد، مخصوصا که نوشته دخترش با پری نمیسازه و هر روز ما هم دعوا میکنیم. اونها هست اومد یا شا خوش اومدید آقای وکیل. بالاخره معلوم نشد جناب میرزا که از مسافرت تجربی داره. ما بیخبریم جناب آقای وکیل. تازه چه فرقی میکنه؟ ایشون که تمام کارهاشون رو به من واگذار کردن. از تو برای تحویل افزادم به ایشون وکالا دادم. خلاصه ایشون در اختیار شما. متاسفانه اینطور نیست. برای موضوع مهمی باید خود جناب میرزا رو ملاقات. چه موضوعی؟ بعدا میفهمید. موضوع خیلی مهمه. حالا نمیشه فهمید آقای وکیل؟ لاله کن داشت وکیل؟ کجا؟ واقعا چیه؟ آقا اسکندر لام علی نفهمیدین چرا همتون پولرین؟ به نظرم تیرتون به سنگ خورده. خلاصه ما اومدیم بهتون بگیم یا پول ما رو اخورین یا همتون رو لو میدم. آره آخ که تو هم همیشه آیه یعصی بری من. نگفتن این پول اگل و کسی پایین نمیره؟ لاش ازرام مانون حلاله روزی سه دفعه خرخرمون رو میچسبه. وای که میخوام حروم زهره بار کنیم. این چه دفعه؟ یه پاکت افتاده بود پاشنه در کاغذه نیستا؟ نمیدونی ببینم چی نوشتی؟ آقای اسکندر خان، پس از عرض سلام، بالاخره اختلاف دخترم فیروزه با پری بالا گرفته و هر روز مرافعه می کنن. تصمیم گرفتم فردا صبح حرکت کنیم. به کلیه طلبکارها اشتابا طلبکارم در خاتمه هر که باشد زهال ما پرسان یک بگلا سلام ما برسان. باقی بقای از جان از فدایم میرزا مظفر خان. باشی تنگی نیست دیروزه. سلام فرزین. سلام. الان رسیدین؟ آره تو چه اومدی؟ من دیروز اومدم. بیا بریم خونمون. نه کار دارم باید برم. دیروزه اومدم. بای بای. آقایون مجده جناب میرزا از مسافرت تشریف آورده. بفرمایید بفرمایید. مواظب باشید. بفرمایید. حالا فرض اختیار تحویل میگیرم و قرضای شما رو دو برابر بهتون پس میدم. سلام جناب میرزا. سلام. ای الله.
از روز که این آقای خبر خوشو به من داده اسمش گذاشتم قاصد بهشت. مبارکه خب من از این ساعت در اختیار شما هستم، هر موقع بفرمایید من برای تحویل پولا حاضرم. مرسی. اون وصیت نامه حضورتون هست؟ مگه پول حاضره؟ بله حاضر. آقای اون کار تموم شد، سه برابر تحویلیم، دو برابر تحویلیم. من نمیدم. قربون دهنت قاصد بهشت. پس رو بسی از نوبر لطف کنی. بفرمایید. میخواد باشه توی محضر. نه کار محضر کم تموم شده. تموم شد؟ زحمت رو کم کردی. بفرمایید. بسیم برای تحویل گرفتن پول حاضرم. آخه پاپا، پاپا خواهش میکنم زحمت نکشید. من میدونم آقای وسیل چی میخوام بگم. شما از کجا میدونید خانم؟ روزی که رونوشت وصیت‌نامه را از شما گرفتم فهمیدم. بله آقای وسیل در مورد این وصیت‌نامه اشتباه کوچکی کردن. بله یه اینقدر اشتباه شده. باز پی بردم. شوخی میکنی؟ بله شوخی نیستم، دو نقطه اشتباه کردم، یعنی سلیمونو سلمون خوندم. بله سلمون رو سلمون خوند. بله دو نقطه اشتباه کردی. اشتباه کردی؟ چرا اشتباه کردی؟ پس میرزا وارث اصلی نیست؟ اول چلک دیگه پدر سوخت رو همه اینا چلک بود. اون یه آخرتو میگم نمیدارم کنم کسی با خوده. آقایون این میرزای حق باز با حیثیت اشخاص محترم بازی میکنه، الان عوض طلبم اساسیه جمع می‌کنم. آها اساسیه جمع می‌کنم. من اساسیه جمع می‌کنم. کجا؟ این خونه زندگی مال منه.
جناب میرزا بالاخره تصمیم خودکشی قطعیه؟ مگه کور نمیره حاضرم؟ حالا که اون قشقچی های بین صاف از بین رفتن چه رفی خود میخوان خودتون و خواهر مادتون رو بیش کرد پرست بکنیم؟ تا چشمتون خودتون کورسه؟ چه دقیقه صف کن؟ چشمت ماسه میشه برو بیمیم الان میام چونیم پاپا چه کار میخوای بکنیم؟ دختر احسن تو چرا تو کارهای خصوصی من دخالت میکنی؟ چرا اومد اینجا؟ پاپا بهمون تبریک بگی. موافقت کن چطور میشه؟ آخر سال خواسته کردی؟ مبارک. من هم به سهم خودم تبریک میگم. مرسی قربون. تبریک میگی؟ من باید تبریک بگم. من هنوز وارد تصویر رو پیدا نکردم. ببینم نکنه وارد تصویر خود شمایی. تو با این هوش چرا موش نشدی؟ بله؟ حالا اومدی وارد تصویر رو بهتش اومدم؟ قربون، بله قربون، این حال رو بندازش بیرون. شما حق نداری شخص مدرمی توهین کنی. من علیه شما اعتراض میدم. راست موش مرده، بسه. با دو تا نقطه اشتباه بدبختم کردی. اگه تو نقطه اشتباه کرده بودی که تو میشه کردی. نه من میخوام تو رو بذارم تو دنبال من برگردی. خواهی سهلا با این کباه خواهی سهلا خواهی سهلا خوزه گلم افتاد تو حوز اینم خود گیر زنم خواهی سهلا بوش مونه خواهی سهلا خواهی سهلا عجب خری آقا جون من باید تو رو بذارم تو دنبال من میای قربون دقیقا سهلا بزن نرخر سلمون بود یا سلی بود؟ نرخر باباشه قاصد جهنم ملاحظه فرمودید از سر تا سر آستان فقط این کلا نسیم من شد این از برای سر من گذار تو شما که بید این کلا اندازه سرش باشه؟ نه سر خودم میذارم